عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم با زنگ سلامت 150 هم در خدمتون هستم خیلی خوشحالم که در طی این چند سال با کمک سایر عزیزان تونستم این همه برنامه برایتون تهیه و تدارک ببینم و پخش بشه واقعا برای بنده یه تجربه خیلی بزرگ و زیبایی بود و میتونم به راحتی بگم اندازه تمام دروسی که در دانشگاه خوندم این برنامه به من یاد داد و خیلی چیزها از این برنامه یاد گرفتم چرا که برای هر برنامه بنده چندین مقاله خوندم چندین فیلم نگاه کردم چندین مطلب رو مرور کردم و تمام سعیم این بود به طور علمی براتون موضوعات را با زبان ساده و روزانه ای بتونم بیان بکنم و شما بتونید بیشترین استفاده را ببرید خب همونجوری که مشاهده فرمودین در هفته گذشته به روابط خوب بین بیمار و متخصصین پزشکی پرداختم در ادامه همین بحث یه سری نکات خیلی خوبی هست که بهش میپردازم و اگه فرصت شد به نحوه نشستن درست و تنظیمات صندلی و رانندگی در موقع رانندگی میپردازم و در برنامه های آتی هم از الان قولشو میدم که برای عزیزانی که کارهای کشاورزی و دامداری می کنند و اکثر این عزیزان در روستاها و جاهای دور افتاده هستند به خدمات خیلی خوب پزشکی من جمله دسترسی کافی ندارند و سعی می کنم به این مشکلات هم بپردازم خب یه سی نکاتی که در روشهای علم پزشکی خیلی حائز اهمیت هست و بل میگرده به مسائل فرهنگی و خصوصیات اخلاقی مردم یکیشون اینه که چشم همچشمی و تقلید را در پزشکی ما نداریم ببینید به چند نکته در این موضوع میپردازم و امیدوارم که شما وقتی بیماری دارید رو اصول علم پزشکی و با نصایح همکاران متخصص به این بیماری برخورد بکنید و چون همسایتون یا پسرخاله دخترخاله یک آشنای دیگه یک روشی را انتخاب کرده شما نبایستی بدون داشتن دلایل و مدارک کافی خودتونو با آن مقایسه بکنید و همان روش را پیش بگیرید. یکی از این موضوعات روش های لاغر کردن هست یا لاغری خب متاسفانه در طی این چند سال اخیر شاهد این بودیم که خیلی از مردم برای لاغر کردن گام بر میدارن که خیلی روش و هدف خوبیه ولی بایستی ما ببینیم که چجوری این روش لاغری را انجام بدیم که بهترین نتیجه رو برای سلامتیمون داشته باشه و همجوری که میتونید در لیست برنامه های زنگ سلامت ببینید یک برنامه مخصوص روش های سالم لاغر کردن بنده ارائه دادم خدمتون که میتونید اونو ببینید ولی بحثی که من روش امروز میخوام صحبت بکنم و با همدیگه مرور بکنیم بحث های جراحی و ساکشن و غیره هست برای لاغر کردن که متاسفانه به یک چشم هم چشمی در اومده در واقع چون میبینند دوستش رفته این متد انجام داده براش مشکلی پیش نیامده اونم میره همون کارو میکنه ببینید تو پزشکی و تو سلامت کلا هر بدنی هر نفری با بدن و نفر دیگه فرق میکنه ما به هیچ وجه نمیتونیم دو تا مریض رو با هم مقایسه بکنیم حتی اگه تمام شواهد و سیمتوم های یک بیماری مشابه هم باشن به همین خاطر بنده همیشه اینو گفتم که وقتی که برفر زانوتون درد میکنه و زانوی دوست شما هم درد میکنه شما نمیتونید برای عنوان متخصص پزشکی برای هر دوی این بیمار دقیقا یک روش رو پیش ببرید مخصوصا در رشته های این خیلی حائز اهمیت هست چرا که هیچ وقت نمیتونیم دو تا زانوی دو نفر رو با هم مقایسه بکنیم یکی سنش فرق میکنه یکی وزنش فرق میکنه یکی پاسچر و حالت بدنش فرق میکنه یکی قدش فرق میکنه یکی زن یکی مرد یکی کارش نشستنی یکی کارش مدل دیگه اینقدر متغیرهای زیادی هست که این مشابهات را غیر ممکن میسازه در زمان توانبخشی به همین دلیل و دهها دلیل دیگه انتخاب روش های لاغر کردن و پایین آوردن وزن با متد جراحی نباید برای ما به طور تقلید در بیاد که ما چون دوستمون این کارو کرده دو کیلو از چربی شکم رو ورداشته با ساکشن ما هم بریم این کارو بکنیم هست روش خوبیه من نمیگم نکنید ولی با شرایط بدنی شما رو خوب مورد ارزیابی قرار بدن و اگه هم میتونید شروع کنید به ورزش و روش های سالم تر تا اینکه برید با جراحی اون وزن رو کم بکنید خب شما شکم رو کم می کنید چربی شکم رو کم می کنید مال پا رو چه کار مال باسن رو چه کار می کنید پس تمام اینا رو که نمیشه با جراحی کرد از یک طرف دیگه جراحی اثرات و خطرهای خودش رو همیشه داره و حتما تو اخبار شنیدید که تعداد زیادی از مردم متاسفانه به خاطر همین ساکشن ها دچار اینفکشن میشن باکتری میره تو بدنشون یا یک اختلالی در سیستم سلامت بدن با وجود میاره که حتی به قیمت جونشون تموم میشه و یا نکته دیگه ای که این روزا هم بحث مورد روز اسری از روزنامه ها و غیره هست و هم چندین ساله که در کشور ما متاسفانه خیلی مرسوم شده و به طور چشم همچشمی بازم به یک نوع تقلید در اومده روش های زایمان هست این بحث حاملگی و زایمان خیلی نکات زیادی توش هست و یک برنامه هم برای دوران حاملگی و پس از حاملگی و تمرین های مختص اون داشتیم در دو سال گذشته میتونید به اون رجوع بکنید ولی نکته که بنده خودم و معذف میدونم به اون اشاره بکنم اینه که برای روش سزارین هم ما نبایستی تقلید بکنیم و یا چون تعداد زیادی از مردم اون روش را انتخاب میکنن ما هم بریم اون روش را انتخاب بکنیم و در همین رابطه یک سری از متخصصین زنان زایمان اعتراض کردن به برنامه ترویج زایمان طبیعی که البته نکاتی که این همکاران بهش اشاره کردن از اهمیت هست ولی ما نمیتونیم با یک سری دلایل نچندان معتبر بیایم مردم را تشویق بکنیم به روش های سزارین برای به دنیا آوردن بچه در واقع حرفی که میخوام بزنم اینه که ما ایرانی متاسفانه در خیلی از جاها به جای اینکه روش های طبیعی و سالم را در مد نظر قرار بگیریم از روی تقلید انتخاب میکنیم همین سزارین که تعدادش تقریبا اینقدر بالا رفته که ایران به کشور رتبه اول دنیا تبدیل شده اکثر این سزارین ها به خاطر تقلید بوده متاسفانه من موضوع بحثم اعتصاب این همکاران زنان و زایمان نیست که چرا به ترویج روش های زایمان طبیعی اعتصاب کردن ولی ما بایستی ترویج زایمان طبیعی را تشویق بکنیم و اکثر خانم ها شاید همشون خدا این توانایی را در بدن خانم ها ایجاد کرده این قدرت رو به اونها داده که به طور طبیعی زایمان داشته باشند همونجوری که شاهد بودیم در طی چندین هزار سال میلیون ها خانم تولد داشتن و بچه با دنیا آوردن به طور زایمان طبیعی خب همیشه یک سری جاها متاسفانه مشکلاتی پیش میاد و اون موقع تصمیم به جراحی یا سزارین و غیر گرفته میشه همین <متصفح> کشورهای اروپایی رو وقتی بخوایم نگاه بکنیم وقتی یک خانم حامله میشه طبق روال طبیعی بچه دار میشن که زایمان طبیعیشون رو داشته باشن ولی تو ایران انقدر این مسئله پیش رفته انقدر زیاد شده که متاسفانه همه اول نحوه زایمانشون انتخاب میکنن بعد میرن حامله میشن ببینید ما نبایستی سعی بکنیم از روش های پزشکی سوی استفاده بکنیم و تأثیرات غیر منطقی رو سلامت خودمون و بچه ها داشته باشیم خب زایمان طبیعی به طور قطع یک سری مزایای خیلی زیادی برای مادر و بچه داره و بنده وارد این بحث نمیشم ولی اگه یک نفر نتونست به طور طبیعی زایمان کنه اون دکترش تصمیم بگیره با خود مادر که آیا حالا که مشکل پیش اومده سزاریم بشه پس از قبل از حاملگی یا اون سه چهار ماه اول حاملگی از نظر سلامتی اشتباهی که یک خانم بیاد تعیین بکنه که من با روش سزاریم بچم رو به, به, دنیا میارم البته این حق و شما دارید بنده جسارتی در انتخاب شما نمی کنم ولی حرف من اینه که ما نبایستی این روش های سلامتی را به طور چشم همچشمی از رو این که یا دوستمون چه کار کرده ما هم اون کار رو بکنیم مثل همون جرایی های لاغری پس ببینید برای سزارین و زایمان طبیعی من تقاضا میکنم همه مردم طوری برخورد بکنن که این روال طبیعی بوده در همه جا باور کنید در همین اروپا من یک بار ندیدم یک خانمی از قبل با انتخاب اینکه میره سزارین بکنه حامله بشه یا در اون ماهای اول حاملگی تصمیم بگیره یه نکته دیگه هم که برای حاملگی حالا بحثمون پیش اومد اشاره بکنم اینه که متاسفانه خیلی از همکاران متخصص در ایران تا حامله میشن میرن دکتر دکتر بهشون میگه بله شما برو استراحت مطلق بکن دیگه هم تکو نخور تا اون موقع هم بریم سزاری هم بکنیم این صد درصد اشتباه متاسفانه و همین استراحت مطلق خانم های حامله هم یک نوع مشکل بزرگ و یک نوع تقلید دیگه ای شده که به طور فرهنگ در جامعه ما داره جا میفته ببینید این مسائل انقدر تو جوامع زود جا میفتن که بعد چند سال شما متوجه میشید خیلی از مردم دیگه اصلا روش زایمان طبیعی رو قبول نمی کنن. به همین خاطر خیلی مهم هست که به عنوان متخصص پزشکی شما به خانمی در ماه دوم سوم به این راحتی ها نگیم برین استراحت مطلق بکن چون یک جمله دکتر که برو استراحت مطلق شما داشته باش برای مریض یه دنیای دیگه رو تصوراتش پیش میاره که دیگه حتی دست به هیچ کاری نمیزنه خیلی ها کارشون رو تعطیل میکنن خیلی ها. حتی خرید هم نمیرن که میگن ما باسی استراحت مطلقون و همون استراحت مطلق یعنی بیماری و یعنی نتوانستن زایمان طبیعی پس ببینید بدن خانم ها طوری ساخته شده که تمام اون دوران حاملگی را به طور طبیعی زندگیشو بکنه کارشو بکنه اینجا من ده ها بیمار حامله به خاطر کمردر شونه درد و غیره میان میبینم تو باشگاه ها از نزدیک میبینم خانم تو ماه نهم حاملگیش هست میاد روزی دو ساعت ورزش میکنه آدم کیف میکنه نگاه میکنه این چیزا رو ولی تو ایران شاید صدها نفر پیام دادن یا مشکلات کمر و غیره داشتن تماس گرفتن یا آشناها که میبینم ماه دوم رفته دکتر دکتر گفته برو استراحت مطلق آخه این واقعا یک نوع خیانت در واقع به مردم میکنن افراد متخصصین که این نوع نسایه را به بیمار میدن بازم کلیت نمیبندم شاید از هر هزار نفر پنج نفر سرعت مطلق نیاز داشته باشن به خاطر دلایل خاصی ولی اون رحم و اون سیستم طوری ساخته نشده که یک خانم بره نیم ساعت پیاده روی بکنه اون بچه بیفته ببینید این تصور استراحت مطلق و اینکه بچه خدا نکرده سقط میشه اینجوری برای خیلی از ها پیش میاد که دیگه هیچ حرکتی نمیکنن وزنشون چند برابر بالاتر میره نسبت به زمان طبیعی که اگه فعالیتاشون انجام میدن و مایچه هاشون ضعیف میشه و در نهایت دهها مشکل براشون میتونه پیش بیاد و در آخرش هم نمیتونن زایمان طبیعی داشته باشن از همون اول زندگیتون بکنید حتی اینجا برای خیلی از مردم یعنی شاید اکثریت مردم همون موقع که حامله میشن میرن به پیش ماماها و غیره اینها را به یک سری کلاس های مخصوص حاملگی میفرستن که توسط فیزیوتراپیست ها اداره میشه و از همون روزای اول این همکاران فیزیوتراپیست در در مانگاه و بیمارسانه مختلف و مراکز بهداشتی مختلف شروع میکنن یه سری تمرین های خیلی خاص من جمله یا ثبات کمر و نایه پلویس و لگن رو به اینا میدن یه سری فعالیت های حوازی به اینا انجام میدن تمرین های حوازی که بدن اینا سرحال و قوی باشه و تا آخر هم دقیقا تا روزهای آخر این تمرینات را با این خانمای حامله ما اینجا کار میکنیم علاوه بر اینکه خود مردم هم وقتی حامله میشن مثل زمان قدیم ایران کاراشون رو به طور طبیعی انجام میدن و زندگیشون میکنن حتی من همین الان یکی از بیماران دارم که ماه هشتم حاملگیش رو تموم کرده چند سه چهار هفته مونده وکیلم هست خیلی از صبح تا شب روزی ساعت کارشون میکنه وقتی باش صحبت کردم که تولد طبیعی خواهی داشت یا زایمان طبیعی یا سزارین گفت معلوم طبیعی اصلا برایشون تعجب آوره که وقتی از سزارین از قبل تعیین شده بس بشه با کسی پس این هم نکته که متاسفانه خیلی چشم هم چشمی شده و تقلیل کورانه و این در نهایت به ضرر سلامت همه مادران و بچه ها خواهد بود چرا که اثرات و روشی که اون زایمان طبیعی رو بدن مادر و بچه داره را نباید نادیده بگیریم و امیدوارم که در متدهای درمانی و سلامت تقلید زیاد نکنیم به بدن خودتون نگاه بکنید قوی باشید میتونید راحت از پس چندین زایمان طبیعی شما بر بیایید البته این دیگه خواست شخصی بنده دخالت ندارم تو اون موضوع ولی خب شما همه دیدیم که مادرای ما هر کدام ده ها بچه با دنیا آوردن همه با زایمان طبیعی همه الانش تو اروپا شاید پنج درصد خانم هم سزارین نداشته باشن خیلی که سختشون باشه اپیجورال میزنن یه آمپول به ستون فقرات میزنن که یکم بیهستی بده درد کمتری تحمل بکنن و یا یک قرصی مسکنی چیزی میدن همینه بلا بدن شما خانم ها خیلی قوی تر از اونچه است که خودتون تصور می کنید و به هیچ وجه با زایمان طبیعی مشکلی نخواهید داشت امیدوارم که این هم خوب جا بیفته و اینکه همکاران این همه به جای تمرین به این خانم های حامل تجویز استراحت مطلق میکنن هم امیدوارم روزی درست بشه چرا که این جور مسائل همجوری که اشاره کردم سریع جا میفته پس ببینید ما بایستی حواسمون باشه یک سری فرهنگ ها را به طور اشتباه تو جوامع جا نندازیم چرا که ضررهای این کار خیلی زیاد خواهد شد البته میگم اینا با نهایت احترام به عقاید شما عزیزان هست ولی کاملا از دور مشخصه که خیلی از این مسائل به طور اشتباه و از رو تقلید در جامعه ما داره جا میفته و در همین برنامه نشون میداد که به خاطر مشکلات و عدم زاد و ولد کافی در طی این ده 15 سال اخیر رشد جمعیت در کشور ما به طور تصاعدی رو به پایین داره میره البته میگم این پالسی ها و اینی که یک زمانی بیان کاملا تشویق بکنن که بچه‌ها رو تولد بچه و زایمان رو زیاد بکنیم باز پنج سال دیگه مسئولین تشویق بکنن که کم بکنیم اینا بایستی رو حساب باشه رو اصول باشه که دچار بالا و پایین رفتن شدید نرخ جمعیت در کشور ما نباشیم از اونور در طی ده پونزه سال آینده با خاطر این نرخ پایین تولد و زایمان ما به جامعه پیری میرسیم که اکثریت مردم در آن پیر خواهند بود و اون موقع کسی نیست که به عنوان پزشک و یا همکاران توانبخش از اینها نگهداری بکنه اینجا در مراکز توانبخشی این افراد مرتب تحت نظر فیزیوتراپیست هستند کاردرمان هست شنوای سنجی هست هزار فعالیت و اکتیویتی برای اینا آماده میکنن و ارائه میدن که اینا را سرگرم میکنن و از همه مهمتر اون کسی که در سالهای آخر زندگیش به سر میبره بایستی این خدمات سلامت بهش به اندازه ای باشه که نذاریم این فردی که میتونه را بره و با چهار تا تمرین در طی روز این را رفتنش نه تنها بهتر میشه بلکه جلوگیری میشه از اینکه بدتر بشه با عدم ارائه این خدمات این فرد رو ویلچر بشینه چرا وقتی که بیماری شروع شد وقتی که افراد به سن بالا رسیدن اگه خدمات سلامت به اندازه و به طور استاندارد ارائه نشه حرورت تصاعدی تخریب و سریع پیش میاد و مردم روز روز دچار افت میشن و در نهایت احتیاج به پرستاری و مراقبت های بیشترین دارند به همین خاطر خیلی مهم هست که ما در ترویج اینجور مسائل از روش های لاغری تا سزارین تا برخورد با دوران حاملگی و زایمان و غیره و یا بچه دار شدن و غیره به طور اصولی تر برخورد بکنیم اطلاعات رو بالا ببریم و بر مبنای شرایطمون تصمیم بگیریم و اگه احیانا شما هیچ مشکلی نداشین رفتین یک همکار متخصصی به شما گفت برین استراحت مطلق بکنید به اون نظر همکار شک بکنید نه به بدن خودتون لاقل پیش یک نفر دیگه برید و به این راحتی ها رو دچار اینجور آسیب ها و در معرض اینجور آسیب ها قرار ندید چرا که یک دوره حتی چند هفته ای محدود کردن فعالیت های بدن منجر به بالا رفتن فشار خون میشه بالا رفتن کلسترول میشه فعالیت های قلبتون کم شده و تمام سیستم های بدن شما مرده تاثیر قرار میگیره و در دراز مدت ده ها مشکل برای سلامتی شما با وجود میاره و به همین خاطر هست که وقتی رو اصول با این موضوعات برخورد بکنیم و نه از رو تقلید اون موقع حتما روش درست رو انتخاب میکنید حالا یک جا لازم شد یکی باسی با جراحی هم وزنش رو کم بکنه یک جا لازم شد یک خانم سزاریم بکنه ولی اینکه به طور تقلیدی ما تصمیم بگیریم مطمئنا به بدنتون صدمه خواهید زد خب امیدوارم که اینجور موضوعات سلامت را خیلی تر بگیریم و از روی تقلید و چشم همچشمی هیچ چیزی را انتخاب نکنیم و سلامتیم رو در اولویت اول قرار بدیم خب کم کم داریم به آخر برنامه می رسیم بنده در هفته آینده حتما به بحث نحوه درست نشستن پشت صندلی موقع رانندگی می پردازم و همچنین تمرین های خوبی را برای عزیزانی که کارشون رانندگی هست از راننده تاکسی تا کامیون و قطار و غیره ارائه میدم که بتونند از سلامتیشون بهترین بهره رو ببرند و در هفته بعدی هم حتما به موضوع عزیزانی که کار کشاورزی و غیره میکنند و مطالب خوبی رو براتون ارائه خواهم داد تا هفته بعد و برنامه بعد شما را به خدا میسپارم روز روزگار خوش خدا نگهدار.